سلام علیکم دانشجویان و تماشابینان عزیز. درسی نوبتی ما از فن کورس تامین و گاز گرمی و ونتیلاسیا، کورس عمومی برای اختصاصهای ساختمانی، آموزگار درس پرنده پرویز خوجایف. مجموعه ویدیو لکچه ها که در دوره لایحه رشد تحصیلات عالی آماده شده است پیشکش شما میگردد. در درسی نوبتی نسبت به رطوبت ناکی و اصول های نگهداری فضای بنا، اصول و واسطه تامینات آنها را ما می آموزیم. لکسه سیوم، میکرو اقلیم بنا و سیستم های تامینات آن. مفهوم میکرو اقلیم، اقلیم گرمی و شرایط براحتی انسان، طلبات معیارها برای میکرو اقلیم، سیستم های متجزات های مهندسی بناها برای ایجاد و نگاهداری میکرو اقلیم معین بناها، زمستان و تابستان برای شرایط اقلیمی را، برای تعریزی سیستم های مهندسی بنا برای تامین میکرو اقلیم حساب کرده می شود. یعنی در باره این موضوع ها ما در درس نوبتی گفته می گذاریم. در این سلاید ما ادبیات های توسعه شده را دیده می توانیم که برای بلند برداشتن سویه دانش هر یکی ما، یعنی استفاده ادبیات های توسعه شده با مقصد بلند برداشتن، یعنی ادبیات های خارج و داخل کشور را استفاده می بریم. چنانه که میکرواقلیم گفته میکرواقلیم بنا در رسم ها دیده شده، تاثیر بیرونه و داخله را نسبت به هر یک بنای داده شده، نسبت به هر یک جان زنده ما دیده میبرویم. در موضوع نوبتی مفهوم های اساسی مربوط و تشکل میکرواقلیم داخلی بناها و پرینسیپ های تامین آنها با یاری سیستم های مهندسی بررسی کرده میشوند. اصول های ارزیابی براحتی میکرو اقلیم و قایده های انتخاب پارامتر جایز و اپتیمالی آن آورده شدند. پرینسیپ های معین کردنی قوه گرمیدهی، سیستم گرمیدهی و خونکنی، اینچنین ساختار توازن گرمیدهی حجره و اصول های حساب کردن جزهای آنها برای معین کردن کار وینتیلیتیا و متعدل سازی هوا آورده شدند. روند های اساسی تاثیر محیط بیرونه با میکرو اقلیم بناها و قایده های انتخابی پارامتری طراحی اقلیمی بیرونه نشان داده شده است. روند های تغییر دادن حالت رطوبت هوا در یک حجره و کارکرد آن در سیستم میکرو اقلیم، اینچنین جریان هوا در یک حجره در سوراخ انتقال و اخراج و سطح غیر ساتیرمیکی بررسی کرده می شوند. اصول های ارزیابی استعمال سالانه نیروی سیستم های گرمیدهی، خونکنی و ونتیلیتیا و نمودهای حساب کردن تلفات گرمی، افزایش گرمی و مبادله هوا در یک حجره آورده شده است. چنانه که در رسم ما میبینیم، میکرو اقلیم گفته محیط حفظ بنا از شرایط بیرونه و شرایط داخله را دیده می توانیم، چنانه که در رسم ما دیده استاده ایم. در دوره زمستان پارامتر معین کننده اقلیم حرارت هوای بیرونه، رطوبت هوا و سرعت شمال می باشد. نشان دهنده های اساسی دوره خنکی سال تغییریابی حرارت هوای بیرونه است. دوره تابستان سال پیش از همه با شدیدناکی رادیاسیون آفتاب و حرارت هوای بیرونه معین کرده می شود. انتخاب درست آغاز و انجام موسم گرمیدهی برای تأمین صفت گرمی بناها مهم است. اساساً در دوره زمستان و تابستان حالتهای اساسی میکرو اقلیم بنا را دیده برآمدن ممکن است. در سلاید مذکور سوالهای نظارتی برای بلند برداشتن سویه دانش خود و خودآموزی دانشجویان از استفاده ادبیاتهای خارج و داخل کشور نشان داده شده است. مفهوم اساسی میکرو اقلیم یعنی شرایط براحتی فراهم آوردن و حفظ بنا از شرایط بیرونه و داخله است. تحت مفهوم میکرو اقلیم بنا مجموعه ریجه گرمی هوا و رطوبت در هم علاقمندی آنها را میفهماند. اساساً میکرو اقلیم بنا از سه عنصر اساسی عبارت است. یعنی که چنانی که در رسم ما میبینیم، تاثیر بیرونه آفتاب یعنی که حرارت، تاثیر نمناکی رطوبت یعنی تاثیر حرارت و نمناکی ما گفتیم با سرعت اینا نشان داده شده است. یعنی مفهوم اساسی سه عامل اساسی حرارت، رطوبت و نمناکی را دیده میتوانیم. اساساً
мо дар расми нишон дода шуда дида истодаем ки таъсири шуои офтоб, радиатсияи офтоб, таъсири атмосфери борону барф, таъсири шамол, таъсири садо, таъсири ҳарорати беруна, таъсири ҳарорати дохила, хориҷи буғи дохила, гармӣ, ҳамаи инҳо таҳти мафҳуми микроиқлими бино ҳастанд. Микроиқлими бино ва системаҳои дастгирии он. Микроиқлими ҳуҷра маҷмӯи шароити гармӣ, ҳаво ва намӣ дар робитаи байни онҳост. Талаботи асосӣ барои микроиқлим нигоҳ доштани шароити мусоид барои одамон дар ҳуҷра мебошад. Микроиқлими ҳуҷра бо хусусиятҳои зерин тавсиф карда мешавад. Мутобиқи санадҳои меъёрӣ микроиқлими бино ҳолати фазои дохили бино мебошад ки ба инсон таъсир расонида аз рӯи нишондиҳандаҳои ҳарорати ҳаво ва сохторҳои иҳотагир, рутубат ва ҳарорати ҳаво тавсиф карда мешавад. Талаботи асосӣ ба микроиқлим ба вуҷуд овардани шароити мусоид барои одамон дар дохили манзилҷот қарор дошта мебошад. нишондиҳандаҳои асосии микроиқлим инҳо мебошанд: якум ҳарорати дохилӣ, дуюм ҳарорати радиатсияи ҳуҷра, сеюм рутубати ҳавои дохилӣ, чорум ҳаракати ҳавои дохилӣ, яъне в метр секунд, яъне метр сония. барои муайян кардан, яъне бо талаботҳои асосӣ меъёр ба нисбат ба микроиқлими бино, аз дастурҳои зерин истифода кардан мумкин аст ки дар ин слайд мо тамоми дастурҳое ки нисбат ба микроиқлими бино нишон дода шудааст овардаем. мақсади асосии микроиқлими бино яъне таъсис додан, яъне ташкил кардани бароҳатӣ дар ҷои зист, зиндагонӣ, дар ҷои кор ва истироҳат аст. ин аст мафҳуми асосии микроиқлими бино, яъне ки мутобиқат кардани бинои сохташуда ба ҳамон минтақае ки мо онро месозем. таносуби ин нишондиҳандаҳои микроиқлим ки дар натиҷаи онҳо мувозинати гармӣ дар организми инсон ҳифз мешавад ва шиддатнокӣ дар системаи танзими гармӣ вай вуҷуд нахоҳад дошт, шароити бароҳат ё муносиб номида мешавад. дар навбати аввал муҳим аст ки шароити муносиби ҳарорат дар ҳуҷра ҳифз карда шавад, чунки ҳаракат ва рутубати ҳаво ноустуворӣ на чандон зиёд дорад. ба ғайр аз ин, шароити муносиб боз шароити ҷоизи микроиқлим вуҷуд дорад ки дар натиҷаи он инсон каме нороҳатиро ҳис мекунад, яъне эҳсос мекунад. ҳолати ҳарорат дар ҳуҷра бо ду шароити бароҳатӣ ифода меёбад. шарти аввали бароҳатӣ ҳолати ҳарорат чунин таносуби ҳарорати дохила ва муқоимати онро муайян мекунад ки дар он шахс дар миёни ҳуҷра қарор дошта гармӣ беш аз ҳад зиёд ё хунукшавии беш азро эҳсос накунад. барои мавсими сол бештари шароити аввал бо чунин формула ифода ёфтанаш шарт ва зарур аст. яъне мо ҳаракат кардамон лозим аст ки ҳарорати дохилаи бино аз 18 то 21 градусро ташкил диҳад ва инсон худашро дар дохили манзилҷот нороҳат ҳис накунад. шарти дуввуми бароҳатӣ ҳарорати ҷоизи гармӣ ё хунукӣ сатҳи таворакашҳо, девор, дар тиреза ҳангоми қарор доштани инсон дар наздикӣ бевоситаи онҳо муайян мекунад. то девор дар фосилаи 1 метр ҳарорати сатҳи фарши сард дар зимистон ба сабаби хеле эҳсос ҳассос будани пойҳои инсон ба хунукӣ метавонад фақат то 2-2.5 градус селсиро поёнтар аз ҳарорати ҳавои ҳуҷра бошад, аммо на болотар аз 22-34 градус селсия. вобаста ба ҳарорати ҳуҷра, талаботи асосии меъёрҳо микроиқлими ҳуҷра дар санадҳои беҳдоштӣ нишон дода шудааст, яъне ба воситаи меъёрҳои сохтмонӣ, яъне МКС-ҳо ва дигар меъёрҳо зикр гардидааст. нишондиҳандаи ҳисоби ҳаво вобаста дар давраи сол танзим ва меъёрбандӣ мешаванд. се давраи сол вуҷуд дорад, яъне гармӣ, сардӣ ва гузаранда. давраи сард бо ҳарорати миёнаи шабонарӯзи ҳавои беруна, те беруна поёнтар аз +8 градус.
گرمی هنگام حرارت بیرونه از 8 گرادوس بالا گذرانده باشد، هنگام حرارت برابر است با 8 گرادوس معین کرده می شود. از روی شدتناکی کار، تمام نمودهای کار به 3 کاتگوری جدا کرده شده است: سبک، وزنین، میانه و وزنین. با صرف انرژی متناسبان 172 وات، 172.93 وات و بیشتر از 293 وات را متناسبان هستند. شرایط مناسب و جایز مترولوژی در حوزه های خدمت‌رسانی بناهای استقامتی جمعیتی و ماموری معیشی موافق معیارهای جای داشته، یعنی معیارهای جای داشته در حوزه های کار بناها استحصال مقرر گردیده است. در دوره سرد سال هنگامی حرارت متناسب گرادوس سلسیوس را تشکیل دهد، برای کار سبک 20-23 گرادوس، برای کار وزن 17-20 گرادوس، برای کار از حد زیاد وزن 16-18 گرادوس را معین شده است. حرارت جایز متناسبا با 19-25، 15-23 و 13-19 را در بر می گیرد. چنانی که ما در رسم دیده شدیم، یعنی که حرارت باید موافق معیارهای جای داشته با هر یک بنا متناسبا تشکیل کرده شود. برای دوره گرمی سال حرارت متناسب هوا برای کاتگوری های نامبر شده کار متناسبا 22-25، 21-23، 18-21 گرادوس را تشکیل می دهد. حرارت مکسیمالی جایزی هوا در حوزه کار تا 28 گرادوس سلسیوس برابر است و فقط هنگام حرارت هوای بیرونه بیشتر از 25 تا 33 گرادوس اجازه داده می شود. معیارهای مناسب رطوبت نسبی در دایره 40 تا 60 فایز تنظیم می شود. سرعت مناسب هوا در حجره برای دوره سردی سال 0.23 و برای دوره گرمی 0.25 متر سکون را قبول کرده می شود. در دوره زمستان نشان دهنده های معین کننده اقلیم، حرارتی هوای بیرونی و سرعت شمال می باشد. در بعضی حالت ها بغیر از نشان دهنده های ذکر شده باید رطوبت نسبی هوا بیرونه، رادیاسیون آفتاب، سمت شمال و بارشات به نظر گرفته شوند. معین کردن شرایط بیرونی برای دوره زمستان اساس اصلا با مقرر نمودن تناسبی حرارت، سرعت با نظرداشت کیفیت تامین کننده ای که واحد یا فایز شماره حالت ها را افاده می یابد. نشان دهنده اساسی دوره سرد سال تغییرات حرارت هوای بیرونه می باشد. برای یک سلسله منطقه اقلیمی با نظرداشت گوناگون کیفیت داده شده، تغییریابی حرارت بیرونه در دوره شدت یافتن سردی مقرر شده است. برای منطقه های گوناگون آنها شکل خاص و نزدیک داشتند. سراول حرارت تا آغاز دوره شدیدیابی سردی به آهستگی پایان آمده، بعدن شدیدن پایان آمدن حرارت و به آهستگی بلند شدن آن بعد از دوره های شدیدیابی سردی جای دارد. دوره تابستان قبل از همه با شدت یابی رادیاسیون آفتاب و حرارت هوای بیرونه معین کرده می شود. شبانه روزهای بیشتر گرم چون دوره حسابی قبول کرده می شود. علاوه بر این باید دوامیت تاثیرات رادیاسیون آفتاب و توارکش های بنا در ظرف شبانه روزی شدت یابی رادیاسیون آفتاب را دانست. سرعت شمال در ماه ایول از روی معیارهای جاده شده اما نه کمتر از 1 متر سکون قبول کرده می شوند. در همین دوره اهمیت رطوبتی آنها برای حساب داخلداری حرارت نشان داده می شوند. همین طریق موافق معیارهای جای داشته نه فقط برای فصل زمستان بلکه برای فصل تابستان هم میکرواقلیمی محیط اطراف را به نظر گرفتن لازم است. میکرواقلیم لازمه در بناها با واسطه سیستم های زیرین تجهیزات های مهندسی بنا با وجود آورده می شوند: یکم گرمی دهی، هوا تازه کنی یعنی وینتیلیاسیا، متعادل سازی هوا یعنی سیستم گرمی دهی برای با وجود آوردن حرارت ضروری هوا در بناها در موسم سردی مطابق معیارها خدمت می کند.
دویوم، سیستم هوا تازه‌کننده یعنی وینتیلیاسیا برای بابینا خارج کردن هوای آلوده و دادن هوای تازه خدمت میکند، یعنی ریجه هوای منزل جاد را با وجود میآورد. سیوم، سیستم متعدل سازی هوا برای بابینا تامین نمودن حرارت معین رطوبت و مبادله هوا خدمت میکند، چنانکه که در رسم ما دیده ایستاده‌ایم. دانشجویان و تماشابینان عزیز، این بود درس نوبتی ما در باره میکرو اقلیم بنا. اگر یگان سوال، یگان نفهمی باشد، شما می توانید با پاشته الکترونی یا که در کامنتری درج نمایید، ما حرکت میکنیم که با سوال های شما سری وقت جواب گردانیم. تشکر زیاد به دقتتان.